آقای کمپانی فرمودن همدان ما درهای خونه ها چوبی بود، اف اف هم که نبود، پیرمرده یادشونه، یه آهن انقلی بود این ور، یه حلقه هم این ور، پشتش هم آهن بود. و مرده که میمدن این حلقه رو، این آهن درازه رو میزدن، مرده میمدن، زن نمیمد. زن که میامد اون حلقه رو میزد، زن ها میفهمیدن زن اومده، میاد در اون. حالا اگه یه موقع مرد میامد تو خونه، مرد نبود که بیاد پشت در. شوهره به زنش گفته بود، پشت در که میری، میخوایی بگی کیه، دست تو دهنت بکن. چرا؟ اگه گفتی؟ برای اینکه اگه بگه کیه، زن جوان، صداش هم عورته. یعنی صداش ممکنه شما رو یه کسی رو شیطون گول بزن، صدای نازک. الان من نمیدونم اینا که اخبار فلویزون گوش میکنن این زن ها، من نمیدونم چیکار میکنن. زن جوان حالا که تازگی چیزی هم مد شده، من اینی چی باب کرده که اینا با هم دیگه هم یه خوشبشی میکنن، اخبار یه مرگ زن هم دیگه رو نگاه میکنن، یه خندگی هم میکنن، مثل اینکه خارجی ها اینا میخوان هر که خارجی گاه کرده، این تازه شده، چند ماه قدیم اینجور نبود. تلفن کنید آقا به رادیو تلویزیون، تلفن کنید آقا به رادیو تلویزیون، آقای زرقامی شما که متدینی چرا جلوی اینا رو نمیگیری؟ من الان دیگه گفتم صحبت نمی کنم، دو روزه نمیام، میخوام تلفن کنم که شب جمعه جمعه من ندارم، برای اینکه امروز هم بازم یه شیخی باید زنه زنم معلوم میگه آخونده سر ما کلا گذاشتن، همش گفتن خدا و پیغمبر، خودشون با زنا حرف میزنن. مثلا آخوند نبود با زن تو تلویزیون حرف بزنه، خیلی بده، خیلی زشته. حالا قول دادن به من که تعطیل میکنم، به آقای رهبرم گفتم که به آقا سلام بگو، سلام برسون، بگو ما دیگه صحبت نمی کنیم تلویزیون و تا یه ده روزی قرار امتحان کنم. اگه دیدم هیچ زنی با روحانی صحبت نمی کنه،